وقت شما این تورات رو دارید، اون وقت به ما میاد به عنوان نقض حقوق بشر تهمت میزنید. چه کار کردیم که نقض حقوق بشر کرده ایم؟ هیچی. قاچاقچی کشته ایم؟ افرادی رو که نشر فساد میکنند و نشر فحشا میکنند و مرتکب فحشاهای ناجور میشن، اینا رو کشته ایم؟ دزدا رو کشته ایم؟ غارتگرا رو کشته ایم؟ مفسدین فی الارض را که مردم را به ذلت کشیدند و حقوق مردم را از بین بردند و مملکت را فروختند و با بیگانگان ساختند به ضرر دشمن، به ضرر اسلام و مسلمین، اینا را بکشیم؟ ما شما میگه نقض حقوق بشر؟ این وضعیتی است که ما الان داریم. ما توصیه میکنیم، دعوت میکنیم از همه کسانی که واقعا دشمنی ندارن، یه دفعه برو عزیز اعمال دشمنی دشمن را با حرف نمیشه قانعش کرد، اون راه دیگری داره، برخورد با دشمنی که مکابره میکنه و عناد داره راه دیگری داره. ما یکی دیگه از مسائلی که در پیش داریم، مسئله انتخابات که مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید اشاره کردن به چالش ها. بله این چالش ها هست، ما باید خیلی مواظب باشیم. جاییست که مراقبت جدی و دقت کامل لازم داره برای اینکه وضع آرامش جامعه و امنیت جامعه و وحدت جامعه به هم نخوره. عده آماده هستن برای اینکه به مقاصد خودشون برسن چالش ایجاد کنن، کاملا آماده هستن، پیشبینی هایی کردن، برنامه ها ریزی کردن، فتنه گران تو این وادی دارن کار میکنن، انحرافیون دارن کار میکنن، هم پیمانانشون و هم ردیفانشون دارن کار میکنن و اینا خیال میکنن که حالا میتونن مردم رو فریب بدن، میتونن مردم رو گول بزنن، مردم این گذشته اینا رو فراموش بکنن، حرکت های براندازی اینا رو فراموش بکنن، فعالیت هایی که کردن بر ضد نظام، بر ضد اسلام، در روز قدس، در مواقع دیگه برخورد هایی که با امام کردن، عکس امام رضوان الله را آتش زدن، این کار کردن، خیال میکنن مردم اینا رو میتونن فراموش بکنن. حالا بیاند و یه چهار تا حرف رو تعارفات بزنند و بعدم بیان تو صحنه، شما خیال میکنید مردم شما رو میپذیرن؟ شما میکنید خیال میکنید یک جایگاهی در مدیریت نظام شما ممکن داشته باشی؟ این نشدنیه. مردم نهم دی، این مردم امروز هم هستن، مردم فردا هم هستن، نهم دی امسال هم هستن. اگر احیانا توبه های مصلحتی اینا میخوان بکنن، توبه های فریبکارانه میخوان بکنن که مردم رو گول بزنن، ما با اینا میگیم اگر توبه خود بکنید واقعا بین خودتون خدا توبه بکنید که گناه بزرگی مرتکب شدید. اقدام برای براندازی نظام یک گناه کوچیکی نیست، از هر گناهی که شما تصور بکنید بالاتره، چون مقابله با خداست، مقابله با پیغمبره، مقابله با نظام جمهوری اسلامی، مقابله با استفاده از سلام داله که این نظام زیر نظر ولی فقیه است که اون نمایندگی ولی عصر را داره. خب شما با این گناه چگونه روتون میشه بخواید دوباره بیاد خودتون نشون بدید تو صحنه و با مردم خوشبش بکنید و مردم شما رو قبول بکنند؟ اینا هست. اینا بهترش اینه که نه خودشون رو به زحمت بندازن، نه مردم را به زحمت بندازن، نه نظام را به زحمت بندازن. این مسئله بالاخره انتخابات همیشه مسائلی داشته، اختلافاتی بوده، درگیری هایی بوده، این درگیری هم خیلیش طبیعیه، البته نباید از حدود قانون تجاوز بکنه، نباید از حدود شرع تجاوز بکنه، نباید موجب تنش در جامعه بشه. اگر این خصوصیات و ویژگی ها رو نداشته باشه طوری نیست، هر کسی حق داره برای این که به خانه ملت راه پیدا بکنه اقدام بکنه، اقدام های معقول، اقدام های مشروع، اینا که بانه این نداره، کسی هم من اینه میکنه، اما از حدود نباید تجاوز شد.
حدود را باید رعایت بکنیم در همه کارها. این تقوایی که ما مرتب همه هفته در خطبه های نماز جمعه سفارش میکنیم و سفارش الهی است، یکی هم تقوای سیاسی است، تقوای در انتخابات، تقوای در ولخرجی ها و اسرافکاری هاست، تقوای در تهمت نزدن به این و اونه، تقوای در آبروزی نکردن از این و اونه. ما یک چیز را میخوام از صحنه خارجش بکنیم، آبروش ببریم تا اون بره کنار، ما بیان داخل. خب این تقوا اجازه نمیده. واقعا اگر ما رعایت اسلام و احکام دینی رو میخوایم بکنیم، باید از این جا پرهیز بکنیم. این هم یه مسئله. مسئله دیگه در امور خارجیمون، این کاری که ترکیه کرده، خب اولا که خیلی باید ازش تشکر کرد که سفیر اسرائیل رو بیرون کرد، و بعدم روابط تجاری و قراردادهای تجاری و نظامی و دفاعی و اینا رو لغوش کرد. بسیار خوب، دست شما درد نکنه، خیلی خوبه. همه کشورهای اسلامی باید این کارو بکنن، نکردن باید بعد ندامت داشته باشند و پشیمان بشند و یه روزی مثل روز مصر مبارک بر سرشون باید بیاد که اونم با اسرائیل ها اینجور هم پیمان بود. این خوب، ولی از اون طرف این مسئله سپر دفاع موشکیه، ناتو را اونجا موافقت کردن که نصب بشه، یعنی که حضور نظامی ناتو در منطقه امنیت منطقه رو به هم میزنه. هر روز یه مشکلی برای منطقه و برای مردم منطقه ایجاد میکنه. این واقعا از ترکیه اسلامی انتظار نبود. منتهاش ترکیه وضعی داره که هم میخواد مسلمون باشه، هم میخواد غربی باشه، هم میخواد شرقی باشه، هم میخواد غربی باشه. وضعیت خاصی هم داره که اختصاص به خودش داره، یه قدرش غربیه، یه قدرش شرقیه. از نظر اسلامی هم میخواد همه رو جمع بکنه دیگه، هم مسلمان ها راضی باشن، هم نامسلمان ها راضی باشن. خب این البته کار مشکلیه، ولی در هر صورت این کاری که اینا کردن قابل تغییر نیست. یه مسئله دیگه راجع به مسئله لیبیه. خب لیبی دیگه تقریبا کارش داره تمام میشه، و اون جلاد لیبی هم حالا سرگردون کجا داره میره خدا میدونه. بالاخره یه روزی معلوم میشه که این کجا شد، چه برایی به سرش میاد. جمعیت لیبی جمعیت 7 میلیونیه، تقریبا حدود 7 میلیون جمعیت داره، و یک کشور اسلامیه. مردم لیبی اینها روحیه اسلامی و مذهبی دارن و روحیه ضد غربی و روحیه ضد سعودی، این روحیه در اینا هست. این جای تشکره. مظاهر دینیشون هم محفوظه. حدود 95% خانم‌های لیبیایی اینا محجبه هستند. خیلی درصد بالایی است و قابل تقدیره. قرآن خون زیاد دارن، حافظ قرآن زیاد دارن. بالاخره یه کشور مذهبیه. امیدواریم که انشالله از زودتر آرامش به اونجا برگرده و یک حکومتی که اسلامی باشه برقرار بشن. البته نخبگان اونجا باید خیلی مراقب باشن که این شهیدهایی که دادن، این زحماتی که کشیدن، این تحریم‌ها و مشکلاتی که داشتن، اینا به نفع دشمن تمام نشه. زمام کار رو خودشون به دست بگیرن. مقام معظم رهبری هم فرمودن که باید ما یه مردم سالاره دینی صحیح رو به اینا عرضه کنیم، بگیم بابا این راهی که شما دارید میرید، راهی شما رفتیم و به آخر رسونده ایم، یعنی حالا تا اینجا رسونده ایم. این را اگر میخواید، این باید یه مردم سالاری که مبتنی بر اسلام باشه، نه غربی و نه شرقی. این مردم سالاری باید اونجا حاکم باشه، دست دشمن رو نگذارید در کارهای شما دخالت بکنه، بیستید. اگر مقاومت بکنید خدا با شماست، به خدا تکیه بکنید، توکل کنید تا خدا شما را نصرت کند. این هم یک مسئله. مسئله بحرین هم داریم که خب روز عید که اون جوان 14 ساله را اونجور شهیدش کردن، این شهادت ها همه جا تلخ بوده ولی به نفع اسلام بوده. اونجا هم همینجوره. این شهادت این جوان یه موج جدیدی را به وجود آورد.
تظاهرات باشکوهی را به وجود آورد و نتیجه که اونا میخواستن بگیرن به عکس شد. یعنی به جای اینکه مردم عقب نشینی بکنن، بترسن، وحشت بکنن، مردم جریتر شدن. ما الان این روزا 17 شهریور هم داریم. این تاریخ ما برای همه حجته و سنده و معتبره. از بالا و پایین اومدن به جان مردم افتادن، مردم را گلوله بارون کردن، عددش معلوم نیست، تعداد زیادی از مردم بیخبر از همه جا را به خاک خون کشیدن. ولی نتیجه چی شد؟ نتیجه مقاومت بیشتر شد، استقامت بیشتر شد، نزدیک شدن پیروزی شد. همه جا همینجوره، بحرین هم همینجوره. اینا باید مواظب باشیم. و آخرین از این که آیت الله شیخ عیسی قاسم که از بزرگترین علمای بحرینه، وزارت دادگستری لیبی تهدیدش کرده که این تهدید موجب اعتراض همه علما شده، از نجف، از ایران، از جاهای دیگه اعتراضهای زیادی کردن که چه جرمی کرده این که تهدیدش میکنید؟ یه پیرمردی که داره از حقوق مردم دفاع میکنه، حقوق قانونی مردم را میخواد، حقوق دینی مردم را میخواد، این جرمی کرده که شما اینجور تهدیدش میکنید؟ و اینا بدونن که اگر احیانا آسیبی به این شیخ بزرگوار برسد، این تظاهرات 10 برابر میشه مسلم. اجمالا خیال میکنم اگر یه همچین اقدامی بشه، این تیر خلاصیست که به جان حکومت آل خلیفه در بحرین نشانه روی کرد. در پایان نماز جمعه یک تجمعی هست در مقابل دانشگاه برای حمایت از مردم بحرین و اعتراض به تهدیدهایی که صورت گرفته و دفاع از حقی که در اونجا داره پایمال میشه. یه بیانیه خونده میشه، یه سخنرانی ایراد میشه و انشاءالله شما به خیر و ما به سلامت. خدای حق محمد و آل محمد ما رو بیامرز.